بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، مرتضی قائدی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. خط خانم فاطمه نوروزیان رو در این ویدیو بررسی میکنیم. خب، اولین کلمه ای که بررسی میکنیم کلمه النعمه هست، که این کلمه به لحاظ نوشتاری یه جوری هست که قبل از میم، یعنی از اینجا، احساس میکنیم که در حالت سربالایی قرار گرفته، سربالایی هست و این حالت افقی که چشم مخاطب داره دنبال میکنه میشکنه و میره به سمت بالا. یعنی دیدی که باید به این سمت میرفت تا میرسید به اینجا، اینجا دیگه کات شده، داره مسیر خودش میره و این یک ناهماهنگی در نوشتن هست در اجزای یک کلمه. باید حتما این مسیر چشم از اینجا که به اینجا منتقل میشه، ادامه پیدا میکنه، این هم منتقل بشه به این قسمت، ولی اینجا الان مسیر چشم ما دیگه میره به سمت بالا. این اولین کلمه ای هست که در خط شما به چشم میاد و بایستی بررسی کنید و تمرین کنید، انشاءالله برطرف بشه. بنابراین هنگام خروجتون از عین، این حرکت یادتون باشه وقتی میرسه نباید خیلی بره بالا. یعنی اگه بیایم بالا، این محل اتصال همین حالتی پیدا میکنه که توی خط شما هست. یک کم حس بالا رفتن در این کشیده ایجاد میشه و بعد میایم میم رو بهش متصل میکنیم. بنابراین این قسمت شما رو فریب نده که فکر کنید باید اینجوری برید بالا که اینجوری بشه. یه چنین حسی داره ولی اینقدر بالا نمیره. خب وقتی میخوایم ادامه رو متصل کنیم، باید یادمون باشه مسیر ما این بود که اینجا دیگه این مسیر چشمی به هم نخوره. اینم که با تمام پهنا برمیگردیم. ببینید این برگشته با تمام پهنا هست، حواستون باشه. بعضی اینجوری برمیگردن، این درست نیست. خب حرف دال هم در تصویر دارید که من اینجا با مداد برای شما نوشتم. پشت دال یه قوسی وجود داره. این قوس رو شما با این حرکت اینجوری انجام دادید، خیلی چیز هست، خیلی بی جان و بی روح. اینجوری یه قوس دقیقی به کلمه بدید، شما اینجوری انگار یه خطی اومده، خیلی حس قوس داخلش دیده نمیشه. پشت این با قوس رو ما حس کنیم، بعد اینجا که قلم میگذارید این با تمام پهنا حرکت میکنه. حواستون باشه اینجا دیگه اینجوری نشه. توی خط شما یه قوس این شکلی توی حرف دال یا زال دیده میشه. بنابراین قوس اینطوری حالت نیم دایره ای این نباید باشه. نکته بعدی در مورد کلمه از سابقه هست. کلمه از سابقه رو شما همگرایی الف هاشو رعایت کردید، خب این خوبه. اما این وسط وجود داره که خیلی توی ذوق میزنه برای مخاطبی که داره خط رو نگاه میکنه. همین نکته‌ای که اینجا گفتم، ببینید چشم از اینجا منتقل شده، رسیده به اینجا، یه دفعه سرازیر شده به سمت پایین. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه شما در اتصال این دندانه به قبل و بعدش این دقت رو نداشتید که جوری این اتصال برقرار بشه که این مسیر چشمی دوباره بیفته تو همین. یعنی اینجا ما فقط یک مهمانی داریم، وگرنه این سر جاشه. خب یعنی این مسیر رو ما داشتیم میرفتیم، اینجا یه مهمان هم نصیب ما شده، این مسیر ادامه داره. اینجوری نباید بشه که ما اینجا چون یه دونه سین مثلا اومد، خب دیگه حالا مسیر ما میشه اینجا.
این مسیر چشم رو به هم میزنه و یعنی هارمونی رو به هم ریخته، یک حالت نامتعادلی در کلمه ایجاد کرده. بنابراین تو این قسمت هم بایستی دقت بشه که ببینید این مسیر ما داریم ادامه میدیم، مسیر دید مخاطب رو ما نباید به هم بزنیم، دقیقا در یک مسیر. خب توی کلماتی مثل سابقه این به یه خورده بیفته به سمت چپ، اینجوری نستعلیقی نشه. توی خط نستعلیق مثلا تو میخواییم بنویسیم کاملا عموده. خب حالا حتی نستعلیق هم یک کم مایل به این سمت میشه، ولی توی نسخ این نمود داره، به وضوح ما میتونیم اینو ببینیم که یک تمایلی به سمت چپ در این مثلا به هایی که اول هست یا یه مثلا فرقی نداره. پس نباید اینجوری بنویسید، صاف ننویسید، اینا کوچیک نشه، خیلی کوچولو شده، یه حدی داره دیگه. اگر شما مثلا این قدی بگیرید این خیلی خفه است، اگه این قدی بگیرید اینم بزرگه. اینو از لحاظ چشمی توی الگوها دقت کنید که انشالله این دو نقطه‌ای بنویسید و سفیدی این هم رعایت بشه. بریم قسمت بعد مشق شما رو بررسی کنیم. رسیدیم به کلمه الرحمه. توی کلمه الرحمه شما اگر الگو رو نگاه بکنید، تقریبا توی کلمه الرحمه وقتی ما نگاه میکنیم این حالتی که اینجا هست، خب منتقل شده به این قسمتی که اومده. ببینید ما اگه یه خط بکشیم از اینجا این مسیر، تقریبا اینا در یک مسیرن، یعنی قله این ه و سر این ه جیمی در یک مسیرن، اما توی خط شما میبینیم که پایین تر افتاده. پس این نکته رعایت بشه که وقتی که این ه می نویسیم، خب حالا اومدیم پایین رفتیم بالا، این قله ه با سر این ه یا سر این جیم در یک مسیر قرار بگیرن، نه اینکه این پایین تر باشه، این ه پایین تر از این اولی قرار نگیره. بیایم اینجا پس اینا در یک مسیر باشن. گفتیم که اینها این سر ه و ه دومی در یک مسیر باشن، یعنی اینجا اینا تو یک مسیر قرار بگیرن. خب حالا بریم سراغ کلمه واسعه. کلمه واسعه شما توی نوشتن واوش بایستی این نکته رو رعایت کنید که هسته واو یک شکل مشخصی داره، این شکل مشخص باید واضح باشه، یعنی الف رو نوشتیم الان منتقل داریم میشیم به واو، این واو بایستی یک هسته داشته باشه کاملا مشخص باشه و این هسته واو شما مبهمه و اتصال زیرین واو
علم که میگذاریم جوری میچرخیم که قوت میفته اینجا. نگاه کنید، قوت قلم ما اینجا هست. شما خیلی تلاش میکنید که این قوت بیفته نزدیکای آخر، نگاه کنید. یه بار دیگه بنویسم، بنابراین این سه نقطه قلم رو که داریم اینجا هم قوت ما هست. توی شکل واف خیلی دقت کنید، واف تنها هم که به این حالت هست، قوت اینجا میفته. خیلی به این سمت نبریدش، اینجا قوت قلم هست. اما توی کلمه واسعه یه مشکلی وجود داره. دندانه های سعه یکیش خیلی بلند هست، دوتاش ریزه. ممکنه شما بگید که در الگو هم تقریبا همینطور بوده. خب حالا الگوهایی که ما به شما میدیم به این معنی نیست که دیگه 100% مورد قبوله و هیچ جاش هیچ نقطه ضعفی نداره. ببینید اینجا شما باید اینجور بنویسید. اینا هم برای خودشون یک نمودی دارن. خیلی دندونای شما ریز شده، اینجوری شده. ببینید این اولی بزرگتره، قبول داریم، ولی اینا هم میاد بالا. الان شما این دندانه رو ببینید، من دوتاش با هم زوم کنم، کنار هم مقایسه کنید. هر کدوم از قسمت ها برای خودشون یک نمودی دارن. اینا باعث تو خطتون دیده بشه. سر عینتون هم یه خورده بزرگه. سر عین به این حالت بنویسید. ببینید اینجا قلم رفت، برگشت. خیلی این فضا شکل خاصی نداره، تراش خورده نیست. عینتون باید ببینید یه حرکتی میریم جلو، بر میگردیم، اینجا هم با زبان قلم پر میکنیم از تو خود عین. شکل اینجا قشنگ واضح باشه، اینجوری نباشه که حالت مبهمی که مثلا هم مخاطب ندونه زوایای این عین چی جوریه. اینم که گفتیم دو نقطه قلم نمیشه. خب میریم سراغ کلمه المنه. کلمه المنه توی میمش دقت کنید، من همین موردی که به شما میگم انشالله دقت داشته باشید. هر چی دیگه میمه به این شکلی بود با همین دقت بنویسید، با همین رعایت همین نکاتی که عرض میکنم که انشالله دیگه همیشه بتونید خوب بنویسید. ببینید این الفی که میاد پایین، استاد بخشی سر کلاس ها میگفت که تصور کنید که یک میخی اومده وارد مثلا یک شیء اینجوری شده. خب بنابراین ما بایستی یه ذره قلم رو این برتر بذاریم، یه ذره، که این شیء تیز داخل این میم فرو بره. الان برای شما اینجا یه حالت جدایی وجود داره، انگار که این جدا بوده، اینم جدا، این چسبوندیم به این، ولی این الان این جزئی از این قسمت. من یه بار دیگه می‌نویسم. نگاه کنید این الف اومده پایین، ما یک کم قلم رو این برتر میذاریم، نمیایم از اینجا شروع کنیم، از اینجا شروع نمی کنیم، یک کم این برتر میذاریم، از اینجا شروع میکنیم که این احساس کنیم که داخل میم نشسته و فرو رفته. ببینید اینجا درست شد.
حالا این میخواد لما باشه، میخواد المنه باشه، هر کلمه دیگه باشه، المحسن باشه، فرقی نداره. این نکته باید رعایت بشه. نکته بعدی توی کلمه المنه، سه تا اشکال توی خطتون هست توی المنه. نکته بعدی بعد از این میم، ببینید اینجا این قسمت هم شما یک قوسی، یک نشستی باید بهش بدید، بعد منتقل بشید به حرکت بعدی. این هفت رو شما خیلی باز گرفتید، یه ذره آزاد گرفتید، یه ذره بهش حالت کشش به سمت پایین بدید. خب حالا اینجا حرکت افقی داریم، میریم جلو. وقتی ما از این پهنا میخوایم منتقل بشیم به حرکت صعودی، نباید دیگه پهنای قلمی که این بود یه دفعه بشه این. اینم برای خودش یک پهنایی داره و قلم جوری میچرخه که نسبت پهنای این با این تفاوتش خیلی زیاد نباشه. توی خط شما تفاوت زیاده اینجا و اینجا. کم میشه اما نه دیگه اینقدر که شما کم گرفتید. یه ذره جوندارتر. خب بریم سراغ کلمات بعدی. کلمه بعدی کلمه از سابقه هست. خب ما سا رو گفتیم تو از سابقه، اینجا سا رو گفتیم دیگه، اینجا نیاز نیست بگیم. در اینجا ما میخواییم ف یا همون قاف رو، قاف وسط رو بگیم. گاهی وقتا میپرسن که آقا ف و قاف در چه جاهایی تو پر نوشته میشه وقتی اول کلمه هست؟ من پاسخم اینه که اول کلمه ف همیشه تو پره، اصلا نیاز به بررسی نداره. ف اول یا قاف اول همیشه تو پره، اصلا نمیخواد برید بررسی کنید. قاف های وسط هم که همیشه تو خالی هن. این دیگه خیلی جوابش واضح و روشنه. اما این قاف وسط، ببینید این به شما یه ذهنیت انگار مثل نستعلیق دارید که عمود میگیرید، یه ذره به سمت چپ مایله. بعد وقتی این قوسی شکل نوشتی، از اینجا میخوای منتقل بشی به قاف، اینجا هم یه قوسی میاد دیگه، تخت نمیشه. اینجا این ارتفاع و این تفاوت این زاویه با این زاویه یه جوری است که این بالا و پایینی حس بشه توی هسته قاف. توی قاف شما ما دایره میبینیم، شکستگی نمیبینیم. ببینید من الان این زاویه رو با این زاویه مقایسه میکنم، میبینم بالا پایینی است. خب اینو ما باید ببینیم تو خط، این ظرافت ها رو بایستی توی کار مشاهده کنیم. توی الحکمه شما این قسمت رو کوتاه گرفتی، یعنی این باید میومد تا اینجا، بعد اینم کوتاه گرفتید، در نتیجه این سرکش هم جای خودش قرار نگرفت. بعد یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که این میم رو که اومدید یه قوس سنگینی دادید به این سمت، بعد رفتید پرتش کردید. نیاز نبود به این قوس، این قوسی که شما اومدید به این سمت اصلا ما بهش نیازی نداشتیم. شما اینجا که اومدید بالا دیگه به این سمت نیایید. ببینید همینجا پرت میکردید. یعنی این قوس اضافتر شما یه ذره به این سمت رفتید. همین کافی بود. نیاز نبود که اینقدر پر قوس بگیرید. توی کلمه البالغه هم روی غینش یه ذره دقت بشه و یه ذره هم زیر غین یا قبلش که مثلا این اتصال ل هست، نگاه کنید اینجا یک نازکی ما میبینیم. این نازکی باید قشنگ توی خط دیده بشه. اینجا توی خط شما گم شده، زخامت پیدا شده. از این نازکی میریم به سمت نوشتن غین. یعنی اینجا ما این نازکی که تبدیل میشه به قوت، اینا رو باید ببینیم، حس کنیم.
خب دیگه حالا بقیهش هم که نوشتید خوبه، فقط اینجا دقت کنید تمام قلم باشه. ببینید این برگشت تمام قلم باشه. خب من همه اینهایی که برای شما توضیح دادم دوباره با الگو از خط در واقع سرمشقی که استفاده کردید عکس هم براتون میفرستم. دقیقا کنار اشکالاتتون توی عکسی که میفرستم یک سری کلماتی گذاشتم که بتونید کلمه خودتون رو با اون الگو مقایسه کنید، مثلا این فعل رو با همون الگو مقایسه کنید. گاهی من از خطوط استاد بخشی استفاده میکنم کنار خطتون میگذارم، گاهی از خطوط قدما، فرقی نداره، شما این الگوهای دقیق رو استفاده کنید. کلمه با هم هست، چون توی الگو گذاشتم اینجا به شما بگم. نگاه کنید این با یه چرخشی داره، این چرخش اینجا یه شیب داره، اینجا یه کنج داره، بعد اینجا میره به سمت بالا. حالا توی الگویی که گذاشتم اینا رو قشنگ نگاه کنید، اینجوری نیست، اینطوری نیست. یعنی این خود این حرکت به این کوچولوی یه قوس داره، اینجا یه شیب داره که چون خیلی ریزه ممکنه اصلا مخاطب حس نکنه. خب اینجا تا میخواد این شیب شکل بگیره دوباره میخوایم بریم سمت بالا. برای همین لحظه لحظه این کلمه یک پیچ تابایی داره که به چشم نمیاد، یا مثلا در حالت عادی بدون اینکه شما دقت فوق العاده کنید ممکنه حس نکنید، ممکنه شما اینجوری ببینید در حالی که اینجور نیست. یعنی توی الگویی که بهتون دادم اینجا این قسمت این شیب اینا رو همه دقت کنید و از روش مشق بکنید و انشالله مشقتون رو بفرستید. خب با این نکاتی که در این ویدیو گفته شد دیگه انشالله توی مشقهای بعدی خب مسلماً با یک دقت بیشتری می نویسید و کارهاتون انشالله قوی تر و دقیق تر خواهد بود. انشالله که موفق و پیروز باشید.